هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمایی که مثل بید داره میلرزه و مدام نسبت به گسلهای جامعه آه و ناله میکنه. خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. هر کی ندونه، عظما به خوبی میدونه که هوا خیلی پسه و به زودی چارچرخش رو هواست. و ویلن که با سالا بر خودش در خوابش دینا. البته الان دیگه کار عظما از گسل و این حرفا گذشته و به قول مهراش به گسست رسیده. میگه چی؟ میگه ما تو این 44 سال گسست نسلی رو کار کردیم، گسست قومی رو کار کردیم، گسست مذهبی هم کار کردیم، امروز باید این تبدیل گسست اجتماعی بکن. بعد چه کنیم؟ این گسست اجتماعی رو تبدیل به گسست اجتماع و حاکمیت بکنیم. این گسل ها و گسست ها کار هیچ کسی نیست به غیر از آخوندها و دزدی ها و جنایت هاشون. قد بفرمایید 90% ارز کشور دست دولته، این رو همه میدونن. نفت، پتروشیمی، همه اینها. چند درصد ارز دست مردم؟ آقای دکتر، آقایون مدیریت درست نمی کنن. عدم ثبات. این که میگن احتکار میشه، این که میگن نمیدونم پول ملی خارج میشه، امثال اینها، مدیریتش با کیه؟ آیا دولت تونست سیاست گذاری بکنه که مردم نگران نباشن از آینده خودشون؟ این رو باید بانک مرکزی جواب بده. امروز اختیار بانک مرکزی دست خودش نیست. این هپلی هپو کردنا کار رو به جای رسونده که قیمت یه بسته اسکناس 100 تومانی چند برابر خودشه. بسته یک تا از سوپر بانکی 100 تومانی امضای نوربخش نادری فیضیه خیلیگران فهمیده کیفیت سوپر بانکی قیمت 4,600,000 تومان. این هم وضعیت خودروهای ساخت داخل که قرار بود دانش بنیان باشه. سلام رفقای عزیز، امروز جلو مغازه یه تصادف شده، ببینید پراید به چه روزی افتاده. امنیت ماشین های ما رو نگاه کنید، حالا ببینید چی زده بهش. به یعنی هیچ چیش نشده، این ماشین پلاکش هم حتی تکون نخورده، هیچ چی نشده. حالا این وسط آخوند رئیسی چی کار میکنه؟ هیچی، طبق معمول سوتی میده. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. انشالله انشالله. منافع مادی و اونها و معنوی اونها به خطر بیفته. همه میدانند، همه میدانند خواست امریکا امروز چی داریم؟ بسیار داریم، ولی کوچکترین هم باشد ما رو پای خود بیستیم. امنیت، علم آموزی و علم افزایی. و سلام علیکم و رحمت الله. البته یادمون نرفته که رئیسی برای رسوندن اقتصاد به این نقطه تنها نبوده، کلی اقتصاددان داشته. این مدیریت حلقه مفقوده کشوره. بسیاری از اقتصاددانها رو بنده میتونم به خط بکنم برای رفع مشکلات کشور و این کار خواهم کرد. کما اینکه تو جایگاهی بودم، بسیاری از اقتصادیونی که امروز فعلا هستن جز مشاورین و کسانی بودن که همواره با من کار میکردن. تای خط کار به اونجا کشید که اقتصاددانهاشون به جایی که راه حل بدن هشدار میدن. بنگریم به روزی که خدایی نکرده بگن این آخوند بوده، همینجا بایستی که مردم اعدامش کنن، این بسیجی بوده. آخوندام که دیدن وضعیت خیلی خیته، پشت رئیسی رو خالی کردن و اینطوری باش حرف میزنن. سلام، ملا نصرالدین روزی با خرش داشته میرفته و برعکس روی خرش نشسته بوده. یه بند خدایی میبینه و سوال میکنه، میگه ملا نصرالدین؟ میگه بله. میگه چرا برعکس نشستی رو خرت؟ میگه برای اینکه این خطرات که از پشت احتمال وقوع داره من از اونا مطلع بشم و کنترلشون کنم. میگه بس ملا، این خطرات که از جلو امکان رخ دادن داره چی؟
میگه اونا رو خرم میبینه دیگه. آقای رئیسی به خدا قسم برعکس نشستی رو صندلی ریاست جمهوری. دلار داره میشه 50,000 تومان. جوونی ماها داره میره، شما انگار نه انگار. البته ریزش تو نظام ولایت بیخدارتر از این حرف هاست. ببینید کار به کجاها کشیده. با صراحت میگم دینی که روح الله خمینی درست کرد به نام ولایت مطلقه فقیه، من به این دین کافرم و اینو بدونید، این دین رو از هر راه شیطانی پستر میدونم. ضربه هایی که نثار فک و فوک عظما شده صدای مشاوراش رو هم در آورده. یه پروژه‌ای علیه ما داره میگذره و اون پروژه بدنامسازی جمهوری اسلامی، پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی است که این خیلی چیز خطرناکه. حتی خطرناک به این معنی که برخواه منافع ما رو تحت تاثیر قرار میده و ما باید مراقبت بکنیم. به خاطر جلوگیری از این ضربه ها بود که خمینی ملعون سالها پیش دنبال دیوار زمینی و هوایی بود. من فکر میکردم که اگر ما بتوانیم یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، بین ممالک اسلامی و چی بکشیم، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست اونها نجات پیدا کند و حتی ترقیاتشون رم ما عذرشا بخواهیم، به نفع ما بیشتر است. مشنگستان این هفته رو با خاطری از خمینی گور به گور شده شروع میکنی که معلوم شد هم فیلم هندی بازی میکرده هم تو کار سیراب شیردون بوده. سلام کرد به حضرت، جواب دادم، حضرت دستشون شمشیر بود، دادن به این آقا، گفت دیدم حاج آرولا خمینی، با یک ضربت سر رو از بدن جدا کرد، بدن بی سر حمله کرد به من، یقه منو گرفت، او منو مینداخت زمین، من پام شدم اونو مینداختم زمین، او منو مینداخت زمین، من اونو مینداختم زمین. دیدم حاج آرولله دست راستش رو اینجوری کرد، اینجوری کف دست رو باز کرد، با نوک انگشت زد به شکم این، رفت تو شکمش فرو، به مقداری رفت که امعا و احشائش رو با پنجش کشون بیرون. این مشنگم با دمجون اضافه آورده چیده دور قاب رئیسی. دکتر آیت الله کم بود، حضرتم به دمش بستن. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مردمی حضرت آیت الله دکتر رئیسی، این افراد رو تحت پوشش بیمه قرار داده، ممکنه که پیامک برای اونها ارسال نشده باشه. بسیجی ها برای همه چی از کاخ سفید گرفته تا کاخ الیزه نوحه خونده بودن، فقط شارلی ابدو مونده بود که اون رو هم بی نصیب نذاشتن. خسارت کردی شارلی ابدو، هماغر کردی شارلی ابدو، هماغر کردی خون حلالا بشن دستا، پی چی هستی شارلی بیزار، دستات بیاد بالا. این پاسدار دزد کنفرانس مطبوعاتی گذاشته، بعد خبرنگاره ازش میپرسه قرارگاه خاتم چرا مالیات نمیده؟ پاسخ رو خودتون ببینید. دعایی که شما کردید که قرارگاه خاتم الانبیا تو این 5 سال گذشته مالیات نداده، حتما باید مستندات ارائه بکنید. حتما باید مستندات ارائه بکنید و الان قابل پیگرد قانونی است. شما نمیتوانید یک نهاد رسمی کشور رو متهم بکنید به عدم پرداخت مالیات بدون مستندات. شما بعد از جلسه حتما مستنداتون ارائه بکنید، در غیر این صورت دادستانی ما نسبت به شما اعلام جرم میکنید. اراد بفرمایید، اراد بفرمایید. همه البته مهره های شاه و شیخ جفتشون این کاره، وقتی در برابر سوال و حرف مخالف قرار میگیرن قاطی میکنن. متاسفانه اینی که الان میخوام بگم انتقاده،
ما از یک کسی داریم طرفداری میکنیم که خودش نمیخواد بیاد جلوی هیچ تلاشی بکنه. شما تو چه ببینین انتقاد، شما تو چه موقعیتی هستین که از طرف کسی دیگری که منظورتون شاهزاده رضا پهلوی است نمیخواد بیاد؟ شما اصلا تو کریبر نیستین که بخواد نظر بدین. مسلم این انتقاد شما بسیار مغرضانه است، به هیچ عنوانم به اجازه نمیدم. شما سگ کی باشین که بخواد ایراد بگیرید؟ حالا ببینید این جماعت چه روی دارد که تو روز روشن جلوی دوربین از شکنجه‌گرا تعریف و تمجید میکنن. در واقع یک مرد شریف که کمک کرده برای حفظ ساختار امنیت کشور، که عزیزنگین ایران در دست در واقع اهریمن نیست، و بعد این مرد شریف باعث شده که جمعی اشرار که کارشون تروریست بوده در واقع بیان و این کارها رو، دروغ‌ها رو ببافند برای شستشوی مغزی نسل جمع. اینجاست که بادکنک دموکراسی خواهی بچه شاه میترکه و حتی لابی های شناخته شده رژیم هم اون رو رو میکنن. چرا ما بخوایم شفاف نباشیم؟ آقای رضا پهلوی راهنمای در سر دوراهی راهنمای دموکراسی رو میزنه، اما به دیکتاتوری بیپیچه، به دیکتاتوری. آقای رضا پهلوی از آقای خمینی مثل که درس خوبی گرفته که باید راهنمای دموکراسی رو بزنه ولی به سوی فاشیست بره. این برنامه ریزی چیده است.